سلام عزیزان، روزتون بخیر. امروز میخواییم راجع به برنامه ریزی ها با هم صحبت کنیم که اگه بخواییم راجع به برنامه‌ای که داریم با کسی صحبت کنیم چه جمله هایی میتونیم بسازیم. بریم که با هم ببینیم. خب همونطور که تایتلمون رو میبینید A Birthday Party، قراره یک مهمونی تولد داشته باشیم. بریم با هم شروع کنیم. بفرمایید. Ramiro says you are going making plans for your mom's 60th birthday. Yes, we will still have a few things to sort out. خب اینا رو با هم بررسی کنیم. چی گفتیم؟ همکارمون دوستمون گفتن که رامیرو میگه که دارید برنامه میچینید برای تولد 60 سالگی مادرت. دقت کنید 60th birthday، تولد 60 سالگی مادرتون. و بی پاسخ داد که بله، ولی خب هنوز کارهایی مونده که انجام بدیم. We still، ما داریم هنوز. We still a few things to sort out. خب یه نکته اینجا براتون میگم بچه‌ها. Things countable هست و برای کلمات countable از few استفاده میکنیم. در مقابل چی؟ در مقابل little، و از little استفاده نمی کنیم. Okay؟ حالا یه سوالی که خیلی وقتا پیش میاد اینه که فرق few با a few چیه؟ اگه میگفت few things یعنی دیگه انقدر کارای کمی مونده برای انجام که دیگه اصلا قابل بیان نیست، یعنی تقریبا همه چی انجام شده، دیگه چیزی نمونده. ولی وقتی که میگه a few، اونقدی هست که بشه گفت هنوز کارایی مونده. در مورد لیدل هم همینطوره برای کلمات uncountable. اگه بگه مثلا I have little money، یعنی اینقدر کمه که عملا انگار ندارم. ولی اگه بگه I have a little money، ای یه کمی دارم. Okay؟ خب بریم صفحه بعد با هم. So you are going to have a big party, aren't you? Yes, we're expecting about 100 people actually. خب اینم یه بررسی کوتاه داشته باشیم. توی این جمله چیز خاصی که داریم You're going to have هست که در مورد مسائلی صحبت میکنه که خیلی هنوز دقیق و روشن همه برنامه ریزیاش انجام نشده. و اون چه که اون برداریم Aren't you؟ Tag question هست. Tag question ها وقتی به کار میرن در واقع شنوند گوینده توقع پاسخ نداره که بله ما منتظر هستیم، بیشتر مکالمه رو ادامه میده. Okay. و پاسخی که گفت Yes, we're expecting about 100 people actually. نکته خاصی نداشت که ما در واقع منتظر 100 نفر هستیم واسه این مهمونی، یعنی 100 نفر رو دعوت کردیم. و ادامه Yeah, I don't want anything to go wrong because she is really looking forward to it. She is really looking forward to it. وقتی که از این فعل استفاده می کنیم منظور اینه که کسی مشتاقانه در انتظار چیزی هست. فقط نکته که داره دقت تویی که در انتهاش میاد توی مصدری نیست. میدونید که ما دوتا تو داریم، ظاهرشون هیچ فرقی با همدیگه نداره. همین تو رو میگم دوتا داریم ما، با اون تویی که دابل هست اشتباه نگیرید. همین تو به دو معنا به کار میره. یه معنیش حرف اضافه است که خیلی کم استفاده میشه توی افعال کمی. یه معنی دیگرش همون توی مصدریه که 90% مواقع ما با همون مواجه هستیم. اینجا این تو توی حرف اضافه است و طبق قانون میدونید که بعد از همه حرف اضافه ها اگر قرار باشه فعل بیاد اون فعل به شکل gerund میاد. پس اگه قرار بود اینجا به جای it یه فعل داشته باشیم مثلا اینجوری تغییر میکرد. She's really looking forward to having a party مثلا، و نه have. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا بعد از تو ing گرفت؟ گفتم براتون چون این تو حرف اضافه است و نه توی مصدری. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و متوجه نکاتش شده باشیم بچه ها.